سیستم هدایت کننده و ضربان ساز قلب و سیستم رقیق قلبی و عروقی بدن انسان یکی از بخش ها و ساختارهای بسیار مهم در فعالیت های قلب و سیستم قلبی و عروقی به حساب می رود که در زندگی انسانی نقش بسیار مهم دارد. وقتی که ما روی سیستم هدایت کننده و ضربان ساز قلب صحبت می کنیم، چهار بخش اساسی داره که بخش مهمش آغاز میشه از سیناتوریال نود یا اس نود که در دهلیز راست قلب و در نزدیک سوپریر وینی کاوا قرار داره. وقتی که ما روی ساختار قلب صحبت میکنیم، بدون شک قلب ما توسط این دیواره یا سپتوم وسطی به دو بخش تقسیم شده، بخش راست و چپ، و در کل چهار بخش و چهار مخزن اساسی داره که به حساب دو اتریوم یا به انگلیسی یا به فارسی ما دو دهلیز میگیم که در قسمت فوقانی قلب قرار داره که دهلیز چپ و دهلیز راست و دهلیز چپ، و دو ونتریکولار یا باتنا که در قسمت تحتانی قلب قرار داره. زمانی که دو دهلیز از خون پر میشه، دهلیز راست خونی که اکسیژنش مصرف شده از سیستم بدن توسط انتریور و سوپریور وینی کاوا جذب میکنه یا جمع میکنه، و همچنان دهلیز چپ خون غنی شده توسط اکسیژن از شیش توسط پرایمری سیستم در خود میگیره. وقتی که هر دو دهلیز از خون پر شد، ایسی نود چی میکنه؟ محرک های برقی را فایر میکنه به هر دو دهلیز و اینا منقبض میشن و خون از طریق دو راه یا دو مجرایی که به نام ایوی ویبس که عبارت از ترایکاسپید یا سیلختی و متریال یاد میشه، از طریق از اینا انتقال پیدا میکنه به ونترکلاس یا بطنه ها. زمانی که خون انتقال پیدا کرد، اردو مجرا که ایوی ویبس یاد میشه اینا بسته میشه و نخستین صدای قلب که همو لب گفته میشه یا ایس ون آغاز شکل میگره و پروسه سیستولی شکل میگره. و دومین بخشی مهمی که در پروسه یموی هدایت کننده و ضربان ساز است، ایوینود است. البته ایوینود بعد از سینود است و ایوینود فاصله بین از اینا وجود داره، در اندازه یک دوام ثانیه توقف میکنه تا زمانی که وقتی که محرک الکترونیک به این رسید از سینود وقتی فرق شد الکتریک تا خون چی شما از دلیزا به بطنا بیاید و بعد از این اجازه میده به محرک الکترونیک به استقامت بندل آف هیس یا چی کنه؟ ایوی بندل حرکت بکنه که در وسط اردو بطن راست و بطن چپ قلب و در بایستان در مسیر یعنی سپتوم یا دیواره قرار و بعد از این میره به استقامت فایبرهای پرکینجی و این روی مایوکاردیوم تاثیر میکنه و باعث منقبض شدن چی میشه؟ بطنه ها. وقتی که بطنه ها منقبض شد، خون حرکت میکنه و از طریق امو دو مجرای دیگه که به نام سیمیلور یا مشابه امو مجرای متابگونه یاد میشه به نام سیمیلور که ایورتا و پلمونری از خون خارج میشه. از هر دو دلیز راست و چپ خون میای به هر دو بطن راست و چپ و از هر دو بطن خون همزمان خارج میشه. یکی از بطن چپ خون تصفیه شده و مملو از اکسیژن توسط شبکه یا سیستم میره به تمام بدن تا بدن تغذیه کنه، انتقال به اکسیژن و مواد مورد ضرورت و دوباره چی بکنه؟ کربن دی‌اکساید و مواد استفاده شده انتقال بده و خونی که ضرورت به تصفیه داره از طریق به حساب پلمونری سیستم انتقال میکنه به شیشه ها. یعنی این پروسه توسط آغاز ضربان ساز یا پروسه فایر شدن محرک های الکترونیک در اس نود شروع میشه و بعد از اینکه مثلا به پرکنجی رسید و بطنه ها منقبض شد، خون منتقل میشه. وقتی خون منتقل شد، در اثر فشاری که بعد از انتقال خون از سیستم ایورتا پلمونری و ایورتا است، اما سیمیلونار والوام مسدود میشه و صدای دوم قلب که S2 نامیده میشه و یا هم اما صدای داپا شکل میده، پروسه سیستولیک ختم میشه و پروسه دیاستولیک آغاز میشه. ما میتونیم با استفاده از تکنولوژی ECG یا EKG، وقتی ما ECG میگیم
در زبان انگلیسی معمولا هستش میگه، یکی در زنا در زبان جرمنی استفاده میشه و همچنین با استفاده از تکنولوژی این ویب و بعضی از تکنولوژی بررسی بایو فیدبک که متعلق به اینستیتیوت هارمر و دیگر نیادهای پژوهشی است، ما میتونیم این پروسه را چی بکنیم؟ بررسی بکنیم. و مهمترین امو نشان دهنده از کمپلکس یا امو مجموعه پی کی آر اس است که فعالیت های بخش های مختلف یا بخش هدایت کننده و ضررمانساز مشخص می سازد. زمانی که ما آغاز میکنیم پروسه را، یک سرکل یا یک دوره کامل ضربان قلب در یک مجموعه پی کی آر اس چی میکنه؟ پی کی آر اس به نمایش گذاشته میشه، پی کی آر اس تی، پی کی آر اس تی، پی کی آر اس تی البته عروفی هست که ایتو مخفف به کدام چیزی نیست، فقط نامگذاری شده بخشای متفاوتی یعنی به حساب امواج و گراف پی کی آر اس تی که آغاز میشه از آیز الکتریک لاین یا لاینی بدون کدام فعالیت الکتریک. در اینجا وقتی که اولین تکانهای برقی فعال میشه با استقامت دریزه ها، اما موج پی شکل میگره، موج پی که پی شکل میگره، وقتی که این شکل گره فاصله بین ایسی نود و ایوی نود که دو بخش اساسی کندکشن سیستم است، دوباره به بخش بالای آیزول الکتریک لاین حرکت میکنه و بعد از این به شکل پایین چی شکل میگره؟ پی و حساب موج کیو کیو. البته این فاصله که به این موج پی است، این پی کیو امو سگمنت یا بخش پی کیو است، فاصله ای که بین ایسی نود و ایوی نود امو پلس ها یا محرک ها انتقال میکنه، یه حالت بنامایش میگذاره و این چی است؟ کیو. و کیو گفتیم که فاصله است که وقتی که ما کیو از اینجا انتقال کرد به ایوی نود و رسید به بندل آف هیس یا امو ساختار الکترونیک در کنار سپتوم یا دیواره دو بخش بطنه قلب وجود داره، ای وقتی که منقبض شد باعث میشه که موج کیو شکل بگیره و بعد از اینکه انتقال پیدا کرد به پرکنجیز، فایبرهای پرکنجی و ای به مایوکاردیوم پخش شد، امی امپلس ها یا مثلا تکانهای برقی باعث منقبض شدن بطنه میشه که امو چی را شکل میده؟ بزرگترین بخشی پیکیوریس کمپلیس ها که موج آر است. آر در اینجا شکل میگره، بعد از این باز وقتی که قسمت آخری بطنا منقبض میشه ایس ها شکل به حساب چی میکنه؟ حالتی موج ایس ها و بعد از اون میره پس دوباره بایز الکتریک لاین، یعنی کدام فعالیت خاصی نمی باشه و بعد از این زمانی که بعد از ختم پروسه امو سیستولیک، یعنی زمانی که وقتی که بطن منقبض شد، اول قسمت اولش دو قسمت دومش و از طریق ببخشید سیمیلونر والوا یا ایورتیک و پلمونری خون در اثر فشار خارج شد و بعد از خارج شدن دوباره مردو مجرا بسته شد و صدای دوم خارج شد که به نام S2 یا دوب، صدای دوب بیرون شد و ختم پروسه سیستولیک و آغاز پروسه دیاستولیک چی شکل میگره؟ در اثر دوباره آرامش بطنها و به حساب از حالت منقبض بودن خارج شدن بطنها موجی به حساب تی شکل میگره، تی شکل میگره. البته در این پروسه امو دلیزا هم دوباره به حالت عادی برمیگردن و از حالت منقبض بودن خارج میشن، بس خود موج تولید میکنه، ولی چون امیچی بسیار بزرگ است، موج آر، موجی که نشان دهنده منقبض شدن بطن است، دیده نمیشه. به این اساس ما از طریق بررسی پی کیو آر اس تی کمپلکس یا مو کمپلکس پی کیو آر اس تی و بررسی از طریق ای سی جی یا ام وی اف تکنولوژی ام وی اف میتونیم پروسه فعالیت قلب بررسی بکنیم، خصوصا پروسه امو هدایت کننده و ضربان ساز. البته از امو سه بخش حالت عادی داره، وقتی که بین 60 تا 100 بود پروسه امو ضربان قلب، این به نام ریتم اس ای نود دانسته میشه که امو بهترین و حالت مناسب ترین است و از زمانی که اگر از 60 پایین بود به نام برادیکاردیا یاد میشه که کمک هنوز هم در شامل امو بخش نرمال است ولی از حد ایدئال خارج است و اگر بالاتر از 100 بود
این به نام برادیکاردیا یاد میشه، یعنی اما مناسبترین و مفیدترین و مشخصترین مدوده بین 60 تا 100 است که به نام 60 تا 100 که به نام ایسی ریتم، ایسی نوت ریتم یاد میشه و این همیشه انسان ها با تمرکز روی فعالیت قلبشان، بررسی قلبشان و بلند بردن سطح انسجام قلبشان، بلند بردن سطح نوسان در ضربان قلب یا ریت وریبلیتیشان میتونن که پروسه فعالیت قلبشان رو کنترل بکنن و قلب به عنوان مرکزی اساسی فعالیت بدن انسان میتونه که باعث بهبود سلامتی در تمام بدن شود. اگر میخواین ویدیوهای بیشتر و معلومات بیشتر کسب کنین، لطف نموده چینل رو سابسکرایب کنین. تشکر.